راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، بلو زنجیر و رها کن آدمی آهدمه. خوش به حال توی دل پاک، خوش به حال تی فروتن، اومدیم دنیا از این خاک، برمیگردیم به همین خاک. راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. به کوره را نذار که آخر راه ماتمه، اگه عیسی رو شناختی آخر راه روشنه. دوستان عزیزم، خدمتتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که از برنامه گذشته تا به حال سلامت بوده باشین، خودتون، فامیلتون، خیشانتون و دوستانتون. همونطور که در دو برنامه گذشته خدمتون عرض کردم، بحث ما در این مجموعه راجع به موعظه بالای کوه مسیحه. این موعظه در فصلهای 5، 6 و 7 انجیل متی یافت میشه که بعداً میتونید اون رو خودتون بخونید و در موردش تفکر کنید با توضیحاتی که من خدمتون میدم. من این قسمت رو خدمتتون میخونم و همکارانم پشت صحنه نوشته اون رو خدمتتون پخش میکنن. از انجیل متی فصل 5 آیات 3 تا 12 خدمتتون میخونم. خداوند ما عیسی مسیح میفرماید: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزند خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. این قسمت که خدمتتون خوندم به اسم خوشا به حال‌ها معروفه و در ادبیات بسیار قطعه معروفی شناخته شده است. در دو برنامه گذشته ما راجع به فقر در روح، فقیر بودن در روح صحبت کردیم و بعد راجع به این صحبت کردیم که منظور از ماتمی چیه. امیدوارم برنامه ها رو ملاحظه کرده باشید. امروز درباره خوشا به حال سوم صحبت میکنیم که میفرماید خوشا به حال نرم خویان. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. نرم خو یعنی کی؟
نرم خو کسیه که ملایمه، انسانیست ملایم، بردبار، متحمله، شکیباست، ملاحظه کاره، ملاحظه کار مردم رو میکنه، فقط به فکر خودش نیست، به فکر رفاه و راحتی دیگرانم هست، فروتنه، مغرور نیست، تکبر نداره و مؤدبه، انسان با نزاکت و مؤدبیه. مسیح میفرماید خوشا به حال نرم خویان، خوش به حال کسی که خلق و خوش نرمه، خوشا به حال کسی که اخلاقش ملایمه، بردباره، ملاحظه کاره، فروتنه، مؤدبه. ما بحث مفصلی در مورد فقر در روح داشتیم و گفتیم که کسی که فقیر در روح، کسیه که احساس میکنه در حضور خدا چیزی نداره که عرضه بکنه، در وجود خودش هیچی نمیبینه که قابل ارائه، قابل عرضه باشه به حضور خدا. وقتی در حضور خدا میسته نمیگه ای خدا تو رو شکر میکنم که من چه آدم خوبی هستم، مثل اون ماجرای حکایت فریسی و باجگیر که در اون برنامه خدمتون عرض کردم، نمیگه ای خدا تو رو شکر میکنم که من الان فرزند تو هستم، مقام بالایی دارم. گرچه ما فرزند خدا هستیم ولی باید سرمون رو بندازیم پایین، چون همه اینها رو همونطور که در برنامه اول عرض کردم از فیض خداونده که داریم. پس اگر فقر در روح، مسکین بودن در روح مربوط میشه به رابطه ما با خدا، نرمخویی مربوط میشه به رابطه ما با دیگران. فقیر در روح کسیه که در مقابل خدا فروتنه، شخص نرمخو کسیه که در مقابل دیگران فروتنه. کسی که فقیر در روحه و برای فقر روحیش، برای گناهانش، برای خطاهایی که دائما همه ما تکرار میکنیم، مرتکب میشیم، کسی که به این صورت باشه حتما نرم خو هم خواهد بود. چنین شخصی قطعا برای دیگران شاخ و شونه نمیکشه، خودش رو برتر از دیگران نمیدونه. مثل بعضی حیوانات نیست که شاخ بزنن، خودش رو برتر از دیگران نمیدونه، فروتنه. در ضمن چنین شخصی انتقاد پذیره، اگر تذکری بهش بدین فوراً جبهه نمیگیره که بگه نه 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 من اینطور نیستم، نه خودت مقصری، اصلا چشمای توی که بد میبینه. این شخص انتقاد پذیره. چقدر خوبه که ما چنین خصوصیتی رو به خودمون بگیریم که وقتی کسی از ما انتقادی میکنه، تذکری میده، اگر غرور ما اجازه نمیده که همون لحظه عذرخواهی بکنیم، لااقل میتونیم در موردش فکر کنیم، شاید راست میگه. این خصلت نرمخوییه. اگر کسی به ما تذکری داد و نرمخو باشیم، طبیعتاً انتقاد رو قبول میکنیم، لااقل راجبش فکر میکنیم. کسی که نرمخوه ادعایی نداره، دنبال احقاق حق خودش نیست. کسی که نرمخوه خودستایی نمیکنه. ما چقدر دوست داریم راجب خودمون با دیگران صحبت کنیم، بگیم که بله مثلا من لیسانس فلان دارم، فوق لیسانس فلان دارم، من پدرم این کاره بوده، مادر بزرگم اینطوری بوده، پدر بزرگم، خالم اینطوره، هی افتخار بکنیم، فخر فروشی کنیم. کسی که نرم خوه یعنی کسی که فقیر در روحه و ماتمیه و در حضور دیگران هم آدم نرم خوی میشه، چنین شخصی خودستایی نمی کنه، چیزی نداره که به خاطر اون فخر بفروشه. طبیعتاً چنین شخصی لجباز هم نیست. ما متاسفانه خیلی اوقات لجبازی میکنیم. لجبازی عین غروره. چرا؟ چون میخواییم که حرف خودمون پیش بره. چرا این به من اینطور گفت؟ نخه، باید حرف من بشه. یک دندگی عین غروره. اینها عزیزان ضعف‌ها و خطایایی است که در همه ما انسان‌ها به طور طبیعی و سرشتی وجود داره. ما
به طور طبیعی و سرشتی کبر و غرور داریم. ولی مسیح میگه خوشا به حال نرم خویان، خوشا به حال کسانی که مؤدبن، فروتنن، ملاحظه کارن، بردبارن. عزیزان، کاش که ما بتونیم یه همچین خصوصیتی داشته باشیم. ما باید برای رسیدن به همچین خصائل زیبایی، به همچین خصائل والایی دعا کنیم، تلاش کنیم و سعی کنیم که خودمون رو انطباق بدیم با این خصائل. بله، خوشا به حال نرم خویان. یه چند تا آیه از نصایح پولس رسول خدمتتون میخونم در این زمینه. در رومیان فصل 12 آیه 16 پولس میفرماید برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید، مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند معاشرت کنید، خود را برتر از دیگران مپندارید. چقدر نصیحت خوبی، چقدر همه ما احتیاج داریم به این نصایح. چقدر ما دوست داریم با به قول معروف به فارسی میگیم با بزرگا بپریم، ولی پولس میگه خودتون رو برتر از دیگران ندونید، بلکه با افرادی که از طبقات محرومند معاشرت کنید. در افسوسیان فصل 4 آیه 31 پولس میفرماید هر گونه تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید. با یکدیگر مهربان باشید و دلسوز و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. من فکر کنم همه ما به این آیه احتیاج داریم. یه بار دیگه میخونم خدمتون. هر گونه تلخی، چقدر ما در رفتارهامون با دیگران تلخی میکنیم. خشم، عصبانیت، عصبی بودن، زود جوش بودن، فریاد. چقدر توی خونه ها زن و شوهرها سر هم فریاد میکشن، والدین بر سر بچه ها، بچه ها بر سر یکدیگر. ناسزاگویی، خدا نکنه که ما به همدیگه فحش بدیم. و هر نوع بدخواهی، هر نوع بدذاتی، بدسرشتی رو از خودتون دور کنید. در رساله کولوسیان فصل 3 آیات 12 و 13 باز پولس نصایحی شبیه این داره که الان خدمتتون میخونم. رساله کولوسیان فصل 3 آیات 12 و 13 پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. یعنی خودتون رو بپوشونید با این خصائل. شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت، این درست همون خصلت نرمخوییه. نسبت به یکدیگر بردبار باشید. عرض کردم که نرمخویی مستلزم بردباریه. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید، چنانکه خداوند شما را بخشود شما نیز یکدیگر را ببخشایید. اینها تعالیم خداوند ما عیسی مسیح و رسولان اوه. ما باید بردبار، ملایم و فروتن باشیم. در رساله به فیلیپیان فصل 2 که رساله ایست قبل از کولوسیان، آیات 3 و 4 اینطور میگه. رساله به فیلیپیان فصل 2 آیات 3 و 4، به اینها خوب توجه بفرمایید. هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید. هیچ کاری را از سر جاه طلبی و تکبر نکنید،
بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به فکر دیگران نیز باشد یا به دیگران نیز بیندیشد. یه بار دیگه میخونم. هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. آیا ما اینطور هستیم؟ شخص نرم خو کسیه که ملاحظه کار دیگران رو میکنه و اونا رو از خودش بهتر میدونه. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد. این خصلت طبیعی ماست. ما دوست داریم که اول به فکر خودمون باشیم. اگر غذایی میارن اول دلمون بخواد، تو دلمون البته، خب ظاهرا تعارف میکنیم، دلمون بخواد اول خودمون سیر بشیم، بنزه کافی برای خودم باشه، برای بچهای خودم باشه. ولی کلام خدا میگه به فکر دیگران هم باشید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیاندیشد. چقدر این آیه ها زیباست. و در رساله دوم تیموتائوس فصل دوم آیات 22 تا 26 اینطور میفرماید. رساله دوم تیموتائوس فصل دو آیات 22 تا 26 پولس به تیموتائوس جوان اینطور میفرماید: از امیال جوانی بگریز و به همراه آنانی که با دلی پاک خداوند را میخوانند در پی پارسایی و ایمان و محبت و آرامش باش. از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن، چرا که میدانی نزاها برمی انگیزد. چقدر ما با هم دیگه یکی به دو میکنیم. مثلا یه درد دلی با شما بکنم. بعضیا میگن به نظر من قرمه سبزی بهترین غذای دنیاست. ما بلافاصله میگیم نخه، خورشت قیمه از همه بهتره. خب به ما چه مربوطه؟ اون شخص فکر میکنه قرمه سبزی بهترین غذای دنیاست. بذار بگه. به ما چه ضرری میرسه؟ ما فکر میکنیم قیمه بهتره. خب اینم نظر ماست. ما خیلی از یکی به دوهامون، خیلی از نزاهامون سر این چیزاست. میگه از مباحثات پوچ و بیخردانه دوری کن. یا یه نفر میاد به ما میگه که چرا عیسی مسیح پسر خداست؟ چرا شما میگید عیسی پسر خداست؟ بحث نکنیم، بحث نداره. این حقیقتی است که در کلام خدا مکشوف شده. روح القدس اونو باید به دیگران مکشوف کنه. ما انقدر گاهی اوقات درگیر بحثای بیخود میشیم که جز نزاع از اونها چیزی بر نمیاد. و بعد میفرماید حالان که خادم خداوند نباید نزاع کند. این آیه مخصوصا برای خادمینه. خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید با همه مهربان باشد و قادر به تعلیم و بردبار. باید مخالفان را به نرمی ارشاد کند. چقدر عجیبه، کسانی که در صدر کاری هستند، خدمتی میکنن برای خداوند، باید به این آیه توجه کنند. دوباره میخونم: باید مخالفان را به نرمی ارشاد کند، بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید تا به شناخت حقیقت برسند و به خود آمده از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خواست خود اسیر کرده است برهند. چقدر این آیات مهمه. خادم خدا و هر کسی دیگه‌ای باید از نزاع و مجادله پرهیز کنه. باید بردبار باشه. حتی مخالفان رو هم به نرمی ارشاد کند، نه با بحث و جدل. خدا کنه که همه ما این خصلت نرم خویی رو به خودمون بگیریم. برای این کار باید دعا کنیم، باید تلاش کنیم، باید هوشیار باشیم، باید به رفتار خودمون دقت کنیم و بخوایم از خدا و همینطور تلاش کنیم که به تدریج این خصلت در ما شکل بگیره.
بله دوستان عزیز، راجع به نرم‌خویی صحبت کردیم. خیلی عجیبه که نرم‌خو بودن درست برخلاف اصول این دنیاست. دنیا میگه قوی باش یا سعی کن که قوی باشی یا وانمود کن که قوی هستی، ولی مسیح میگه شما نرم‌خو باشین، فروتن باشین، ماتمی باشین، فقیر در روح باشین. حالا میرسیم به چهارمین خوشا به حال که در آیه 6 اومده. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. تا اینجا مطالبی که خدمتون عرض کردم در سه خوشا به حال اول بیشتر انگار حالت انفعال داشت، یعنی دعوت میکرد به درونگرایی، به فروتنی، ملایمت، نرم‌خویی. شاید گاهی اوقات تصور بشه که نه، این زندگی مسیحی زندگی خیلی منزوی و گوشه‌گیرانه و عزلت‌گزینانه است، ولی در اینجا ما یک اصل بسیار فعالی رو میبینیم. میبینیم که مسیح میگه خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، یعنی خوش به حال کسی که در پی انجام خواست خداست، در پی برقراری عدالت الهیه، در پی اینه که پادشاهی خدا رو گسترش بده. از مصداق‌های این خصلت مسیحی اینه که ما برای رسوندن مژده انجیل به دیگران کوشا باشیم. ولی جنبه دیگرش اینه که ما باید برای برقراری عدل و انصاف هم کوشا باشیم. این حالت فعال زندگی مسیحیه. مسیحی باید فقیر در روح باشه، نرم خو باشه، ولی در ضمن باید برای عدالت، برای عدل و انصاف، برای پیشرفت ملکوت یا پادشاهی خدا فعال باشه. در کتاب‌های انبیای عهد عتیق شما هر کدوم از کتاب‌ها رو که بخونید می‌بینید که نبی خدا از طرف خدا هشدار میده که بزرگان قوم به درد مظلومان برسن، دادرسی بکنن، حق یتیمان، بیوه زنان، فقیران رو بگیرن، غریب‌ها، اینا همه مورد توجه خدا هستن. ما گاهی اوقات فکر می‌کنیم که ملکوت خدا یا پادشاهی خدا فقط اینه که ما به مردم با زبانمون بشارت بدیم و اونها رو به طرف مسیح بیاریم، ولی فراموش میکنیم که ما به عنوان مسیحی وظیفه داریم که در برقراری عدل و انصاف و دادرسی مظلومان در محیط اطراف خودمون کوشا باشیم. این مستلزم اینه که ما خودمون اول درستکار باشیم. این مستلزم اینه که خودمون عدل و انصاف رو در زندگی خودمون انجام بدیم. ما دعوت نداریم، وظیفه نداریم که در عرصه سیاست عدل و انصاف رو برقرار کنیم. این جزء احکام مسیحیت نیست. ما همچین حکمی نداریم. اما ما در محیط خودمون، در بین اطرافیان خودمون باید عدل و انصاف رو برقرار کنیم، یعنی هم مژده انجیل رو به مردم برسونیم، هم درستکاری و عدالت رو اشاعه بدیم. ما نباید نسبت به محیط اطرافمون بی تفاوت باشیم. مسیحیت یه زندگی فعاله. در این مورد بعداً در یه بحث دیگه صحبت خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد این مسئله رو. ولی زندگی مسیحی زندگی فعاله. گرچه ما باید نرم خو و فقیر در روح باشیم، اما وظیفه ای نسبت به جامعه خودمون داریم، چه در کلیسا، چه در خانواده، چه در محل کار، چه در محل درس خوندن، ما وظیفه ای داریم. ما باید تا به حد جد و جهد در راه برقراری عدل و انصاف کار بکنیم. برای همین میگه خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنن. وقتی ما گرسنه هستیم یا تشنه هستیم چطور به دنبال غذا و آب می‌گردیم؟ خب همین مسئله باید در مورد
عدل و انصاف هم صادق باشه. یعنی ما تا حد تشنگی و گرسنگی باید در پی برقراری عدل و انصاف باشیم. مسیح فریسیان رو نکوهش کرد، سرزنش کرد، توبیخ کرد، حتی به بهای جانش. او مسیحیان ریاکار رو توبیخ میکرد و هیچ تعارفی نداشت. نرم خویی به این معنی نیست که ما در مقابل هر ظلمی که به اطرافیان ما میشه سکوت بکنیم. من میتونم در قبال ظلمی که به خود من میشه سکوت بکنم، اما اجازه ندارم وقتی که در حق خدا و در حق انسانها ظلم میشه من سکوت اختیار بکنم. مسیح وقتی که در هفته آخر وارد اورشلیم شد و دید که چطور معبد خدا رو تبدیل به محل تجارت کرده بودن، شلاق درست کرد با طناب و همه رو از معبد بیرون کرد. مسیح از حق خودش میگذشت، اما از حق خدا و از حق دیگران نمیگذشت. او برای برقراری عدل و عدالت غیرت داشت. ما اگه بخوایم این کارو بکنیم، اول باید زندگی خودمون بی‌عیب باشه. یعنی اول فقیر در روح باشیم، نرم خو باشیم، و وقتی که به این حالت رسیدیم در اون صورت میتونیم، یعنی که باید در جهت برقراری عدل و انصاف در جامعه خودمون فعال باشیم. پس زندگی مسیح زندگی منفعلی نیست، زندگی عزلت گزینانه‌ای نیست. ما در زندگی شخصیمون و رابطه‌مون با خدا باید فروتن باشیم، با مردم باید فروتن باشیم، ولی در ضمن باید در جهت برقراری عدل و انصاف هم تلاش بکنیم. بچه‌ها خیلی خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. شهرام جون، آقا رضایی که از دوستای بسیار خوب و صمیمی من هستم. خیلی ازتون خوشبختم. خوشبختم. داشتیم رد می‌شدیم، گفتیم یه سلام بیام، سلامی عرض کنم. خیلی کار خوبی کردید. خوشحالم چای بیام. خیلی کار خوبی کردیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. تمام می‌کنم. قربان شما. بچه‌ها نوشیدنی چی میل دارین؟ رضا جون چی میل دارین؟ ویسکی آبجو فرق شوخی نکنه. فکر کنم الان یه چایی بچسبه ها. آره برای من چوکی رضا. دست شما در چای آب و عود فرق نمیکنه. آخرش از این کافی شاپ در رفتی ما رو آورد چای مجانی خونه شهر. کافی شاپ خدا بگم چیکار بکنه بچه. بابا چایای شهرام نخوری، از 100 تا کافی شاپ هم بهتره. صد چه تابلو قشنگی. چی این تابلوه؟ این تابلوی شام آخر مسیحه. ای آره مگه دوستت مسیحیه؟ آره اونم مثل خودم شوخی میکنی به خاطر اقامته. رضا جون بس کن دیگه، میده بعد داد کن نده ناراحت میشه ما زشته جای ماده به خاطر اقامت خدا وکی بابا شو با چی خبر این هم یه چای درب شعلا با ساقا محسود آقای رضا هستم. رضا مرسی شهرام جون خوش بونه دست دارم چه تابلو قشنگیه. تابلو شام آخر عیسی مسیحه و 12 تا از یاراش شب آخری که قبل از اینکه به صلیب کشیده بشه با 12 تا از یاراش شام آخری که خوردن با هم و نونایی که تیکه تیکه کرد به یادگاری از بدنش و جام شرابی شرابایی که میداد به یاد خونش به یاراش دادن خوردن و یکی از اون شاگرداش یهودای اسقریوطیه که خیانت میکنه بهش. حتی عیسی مسیح هم میدونسته که خیانت میکنه بهش، خیانت میکنه که میان میگیرنش. اینا رو که همه رو گفتم بازم تابلو هیچ قابل شما رو نداره پیشکش. اختیار دارین. خواهش میکنم. خیلی ممنون. دست شما در نکنه. مرسی. قشنگی به ایمان آدم هست نه به تابلو. رضا جان بفرمایید. خدمت شما. دست شما در نکنه. شهرام واقعا شرمنده کردین. خیلی ممنون. بابا عجب رفیق باحالی داری آماس. شکرت. دست شما در نکن شهرام جون. شما عیسی مسیح رو میشناسین؟ تا حدودی. تا حدودی یعنی چی؟ مسعود جان یعنی تا حالا در روی عیسی مسیح صحبت نکردی با رضا؟ فرصت نبود. هنوزم وقتش نبود. اینم خدمت شما. دست شما در نکن آقا شهرام. همین تابلو کافی بود. حالا این چی هست؟ رضا جان خودت باز کن میبینی. این که انجیل عیسی مسیحه. این آقا مسلمی داده بود قبلا ما رو بگو فکر کردیم یه هدیه اساسی داداش دمت گرم. اینجوری ها
شما میدونی ما الان توی دنیای پر از گناه زندگی میکنیم؟ آقا شهرام، مسیح جون در رابطه با این مسئله به ما قبلا صحبت کرده. حالا من بعدا دربارش فکر میکنم. احتیاجی به فکر نداره عزیزم. شما الان اراده کن من برات یه دعای نجات میخونم که تمام گناهات پاک بشه. خیلی ممنون آقا شهرام. دیگه دیرمون شده. آقا مسیح به ما گفت فقط در حد یه چای. پس دیگه دیرمون شده. کجا مگه میذارم برین؟ الان زنگ میزنم شام بیارن. نه من باید حقیقتی زود برم خونه. با ما زن ذلیلیم. عیالمون بیرونمون میکنه از خونه جونت. باید زود بریم. شب گردن ما ننداز. بریم آقا مسعود. دعای نجات زیاد طول نمیکشه. شما چشاتو ببند من شروع میکنم. اصرار نکن شهرام جان. حالا باشه یه وقت دیگه. همین دست دست گردناته که روز به روز تعداد گناهکارا رو بیشتر میکنه. دست شما در نکنه. یعنی حالا دیگه ما گناهکاریم. شما دیگه کی هستین بابا؟ عزیزم ما هممون گناهکاریم. ولی باید اول توبه کنی، بعد برای دعای نجات بخونم، تموم میشه. به همین راحتی. شروع کنم. پس جون نریم. حالا بهتره بریم دیگه. اومدین اینجا نیم ساعت وقت منو گرفتین، حالا میخوام بریم؟ بفرمایید خواهش میکنم، بفرمایید. تابلو به کجا میبری؟ خیلی ایمان رو بردی تابلو هم باشی، زیگه بغلت داری میگی. بده من بینم. پس راجع به این صحبت کردیم که یک مسیحی باید تشنه و گرسنه برقراری عدالت باشه. حالا به خوشا به حال پنجم میرسیم که میفرماید خوشا به حال رحیمان زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. خوشا به حال رحیمان زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. عزیزان فراموش نکنیم که خدا خدای رحمته. خدا بارها در کتاب مقدس اومده که بیش از حد تصور ما رحیمه. خدا بر ما رحم کرده. همونطور که در قسمت برقراری عدالت گفتم خدا بر ما رحم کرده و ما هم باید بر دیگران رحم بکنیم. خدا خدای بخشنده ایه. اگر به ما رحم کرده ما هم باید رحیم باشیم. عیسی مسیح یه مثلی حکایتی تعریف کردن و فرمودن که یک روز یک اربابی بود، پادشاهی بود که کارگزارانش رو آوردن پیش اون تا حساب اونها رو بخواد. یه نفر رو آوردن که مثلا فرض بفرمایید 100 میلیون دلار به این پادشاه بدهکار بود و چون نداشت ارباب دستور میده، پادشاه دستور میده که اونو به زندان بندازن و خودشو به خانوادهشو به عنوان برده بفروشن تا بدهیش در بیاد. این کارگزار، این خدمتکار به پای ارباب میفته و میگه که به من فرصت بده، من به تو همه رو پس میدم. این ارباب که آدم بسیار رئوف و مهربانی بود میگه من به خاطر خواهش تو اصلا قرضتو میبخشم، لازم نیست حتی به من پس بدین. این خدمتگزار بخشیده شده میاد بیرون و شاد و شنگول تو خیابون راه میره و بعد توی خیابون یک مرتبه کسی رو میبینه که 5 دلار بهش بدهکار بود. خیر اونو میگیره و میگه که زود باش 5 دلار منو بده. اون شخص میگه اجازه بده، به من فرصت بده، من تهیه میکنم بهت میدم. گفت نخه، اگه ندی تو رو میندازم به زندان و همین کارم میکنه. وقتی که همقطارای این شخص رفتار این او رو میبینن میرن به اون پادشاه گزارش میدن، گفتن و گزارش میدن و میگن اون کسی که تو 100 میلیون دلار بخشیدی حاضر نشد 5 دلار رو ببخشه. ارباب او رو صدا میکنه میگه ای خادم ناسپاس، من 100 میلیون دلار رو بنا به خواسته ای تو به تو بخشیدم، حاضر نیستی 5 دلار رو ببخشی؟ و اونو میندازه به زندان. عزیزان
ما متاسفانه همین حالت رو داریم. ما از خدا انتظار داریم که ما رو ببخشه، ولی خودمون حاضر نیستیم کسی رو ببخشیم. وقتی ما کسی خطاکاران خودمون رو نمیبخشیم، یعنی متوجه نشدیم که بدهی خود ما به خدا چقدر بزرگ بوده. متوجه نیستیم که ما 100 میلیون دلار بخشیده شدیم، ولی حاضر نیستیم 5 دلار رو به دیگران ببخشیم. وقتی رحم نمی کنیم، یعنی متوجه عمق گناهمون به خدا نشدیم. فکر می کنیم خدا، خب کاری کردیم خدا بخشیده. نمی دونیم که خدا برای بخشیدن ما چه بهایی پرداخت کرده. اگر متوجه بودیم، ما هم دیگران رو می بخشیدیم. ما باید روحیه بخشندگی داشته باشیم. باید آماده باشیم خطاهای دیگران رو ببخشیم. اگر خدا ما رو مجاناً بخشیده، ما هم باید مجاناً ببخشیم. در مورد بخشیدن و اصلاح روابطمون با دیگران در یه برنامه دیگه صحبت خواهیم کرد. ولی باید این روحیه بخشندگی رو داشته باشیم. باید آماده بشیم، آماده باشیم که دیگران رو ببخشیم. در ضمن رحمت کردن و رحیم بودن فقط مربوط به بخشیدن خطاهای دیگران نمیشه، بلکه از اون هم فراتر میره. ما وقتی که نیازمندی رو میبینیم، کسی رو میبینیم که در نیازه، آیا به او رحمت میکنیم؟ خدا با اینکه ما بدسیرت هستیم و به او خطا میکنیم مرتب، بر ما رحیمه. رحمت خودش رو از ما دریغ نمیکنه، از ما انتقام نمیگیره. نمیگه که چون آرمان دیروز دروغ گفت یا پری روز فوش داد، پس من امروز روزیشو قطع کنم، نون بهش ندم. نه، خدا رحیمه، چه به بدکاران چه به نیکوکاران. و ما هم باید همینطور باشیم. آیا کسانی رو که در نیاز میبینیم مورد رحمت قرار میدیم؟ یعنی دلمون برای اونها میسوزه؟ دلسوزی داریم؟ دلمون میخواد بهشون کمک بکنیم؟ عده‌ای هستن که در نیاز مالی هستن در اطراف ما، عده‌ای هستن که در نیازهای عاطفی هستن، تنها هستن، احتیاج به دلجویی دارن، احتیاج دارن یه نفر به درد دلشون گوش بکنه. خب عزیزان، در چنین شرایطی آیا ما بر اونها رحم میکنیم؟ میفرماید خوشا به حال رحیمان، زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. اگر من امروز در رفاه زندگی میکنم، ولی آشنایی دارم، کسی رو میشناسم، دوستی دارم، یا یه نفر رو از دور میشناسم که در نیاز مالیه، آیا من به او رحمت میکنم؟ آیا دلم بهش براش میسوزه؟ و آیا این دلسوزی تبدیل به یک عمل میشه؟ آیا حاضرم برای رفع نیاز اون قدمی بردارم؟ کسی که رحیمه به نیازهای دیگران توجه داره، نسبت به نیازهای دیگران بی تفاوت نیست. ما باید رحمت خودمونو در عمل نشون بدیم. الان به انتهای برنامه سوممون رسیدیم و دیدیم که چطور یک مسیحی باید فقیر در روح باشه، یعنی در حضور خدا فروتن باشه، برای خطاهای خودش ماتم داشته باشه، همینطور باید نرم خو باشه، باید در مقابل دیگران فروتن باشه، باید تشنه و گرسنه برقراری عدالت باشه، و بالاخره همونطور که الان دیدیم باید رحیم باشه، باید دلسوز و مهربان و بخشنده باشه. واقعا دعای من اینه که همه ما به مرحله‌ای برسیم که این خصائل، این خصوصیات موعظه بالای کوه و خصوصا خوشا به حال‌ها رو در زندگیمون پیاده کنیم. و برای این مسئله من به خدا توکل می‌کنم. دوستان عزیزم، تا برنامه آینده شما رو به خدا می‌سپارم و امیدوارم به بحث‌های بعدی هم توجه بفرمایید. خدا نگهدارتون.
راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، بلو زنجیر و رها کن آدمی آدمه. خوش به حال توی دل پاک، خوش به حال تی فروتن، اومدیم دنیا از این خاک، برمیگردیم به همین خاک. راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. به کوره را نذار که آخر راه ماتمه، اگه عیسی رو شناختی آخر راه روشنه.